روز 24 م چوب جادو آیا تا به حال آرزو کرده اید کاش چوب جادو داشتید که حرکت دهید و به کسانی که دوستشان دارید کمک کنید؟ تمرین جادویی امروز به شما نشان خواهد داد چطور می توانید از چوب جادوی واقعی زندگی برای کمک به دیگران استفاده کنید. وقتی قاطعانه می خواهید به فرد دیگری کمک کنید قدرت فوق العاده ای دارید. اما وقتی این قدرت را با شکرگزاری هدایت کنید، واقعا چوب جادو دارید که میتواند به افرادی که برایتان مهمن کمک کند. انرژی در جایی جریان یابد که به آن توجه کنید و وقتی انرژی شکرگزاری را به سمت نیازهای فرد دیگری هدایت کنید، به همانجا جا می رود. به همین دلیل، عیسی قبل از انجام موجزه شکرگزاری می کرد. شکرگزاری نوعی انرژی نامرئی، اما واقعی است. و اگر با انرژی خواسته شما همراه شود درست مثل داشتن یک چوب جادوست افرادی که منتظر چوب جادو هستند نمی بینند که خودشان چوب جادو هستند. توماس لئونارد مربی توسعه فردی 1955-2003 اگر یکی از اعضای خانواده، دوست یا هر فرد محبوبتان دچار بیماری، مشکلات مالی، نارضایتی از کار، استراب، رنج ناشی از اتمام یک رابطه از دست دادن اعتماد به نفس مشکلات روحی یا احساس ناراحتی از زندگی خود است می توانید از نیروی نامرئی شکرگزاری برای کمک به سلامتی، ثروت و شادیشان استفاده کنید. برای تکان دادن چوب جادو جهت سلامت کسی دیگر تصور کنید سلامتی آن شخص کاملا بازگشته است و ورد جادویی ممنونم را در جشن صمیمانه اطلاع از سلامتی دوباره او بگویید. می توانید فردی را تجسم کنید که به شما تلفن کرده تا خبر بدهد یا تصور کنید آنها حضوری این خبر را به شما می گویند. واکنش خود را واقعا ببینید و احساس کنید. اگر الان بتوانید به اندازه زمانی که خبر بازیابی کامل سلامتی فرد را میشنوید شکر گذار باشید، این نشان میدهد شکر گذاری شما آنطور که باید و شاید صادقانه و قدرتمند است. برای کمک مالی به شخص محبوبتان با تکان دادن چوب جادو همین تمرین جادویی را دنبال کنید و طوری شکر گذاری کنید گویی آنها همین حالا ثروت مورد نیازشان را دارند تصور کنید آنها ثروتشان را دوباره به طور کامل به دست آوردن و ورد جادویی ممنونم را بگویید چرا که به تازگی اخبار جالبی دریافت کرده اید اگر فردی را که میشناسید روزگار سختی دارد اما نمیدانید دقیقا به چه چیزی نیاز دارد یا اینکه در بیش از یک هیته نیاز به کمک دارد میتوانید همین تمرین جادویی را دنبال کنید و با گذاری بابت شادی یا سلامتی او ثروت و شادی با هم چوب جادویی خود را تکان دهید. امروز سه نفری را که برایتان مهم هستند و در حال حاضر نیاز به سلامتی، ثروت یا شادی یا هر سه را دارند انتخاب کنید. اگر عکسی از آنها دارید بردارید و هنگام انجام تمرین عکس را در مقابلتان داشته باشید. نفر اول را انتخاب کنید. عکسش را در دست بگیرید. سپس چشمها را ببندید و یک دقیقه خودتان را در حالی تجسم کنید که از خبر بازیابی کامل چیزهایی که او میخواهد مطلع شده اید. تجسم خود در حال اطلاع یافتن از خبر بسیار آسانتر است، تجسم سالم بودن دوباره یک بیمار یا شاد شدن دوباره فردی افسرده یا غرق نعمت بودن فردی است که بابت مشکلات مالی دچار استراب است اگر خود را تجسم کنید هیجان و شکرگذاری بیشتری احساس خواهید کرد چشمانتان را باز کنید و در حالی که هنوز عکس در دستتان است بابت سلامتی ثروت یا خوشبختی آن فرد یا هر چیز دیگری که نیاز دارد ورد جادویی ممنونم را سه بار با آرامی بگویید بابت سلامتی ثروت یا شادی جاخالی ممنونم 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 بعد از اتمام کار برای یک نفر سراغ نفر بعدی بروید و همین دو مرحله را دنبال کنید تا تمرین چوب جادو را با فرستادن سلامتی ثروت یا شادی به هر سه نفر تمام کنید می توانید هنگام پیاده روی در خیابان یا سپری کردن روز وقتی به کسی برمیخورید که واقعا فاقد شادی، سلامتی یا ثروت است از این تمرین قدرتمند استفاده کنید. تصور کنید یک چوب جادو دارید و آن را در ذهن خود تکان دهید و بابت ثروت، سلامتی و شادی آنها از صمیم قلب گذاری کنید و بدانید که انرژی حقیقی را به جریان انداخته اید. استفاده از شکرگزاری برای کمک به سلامت، ثروت و شادی دیگران بزرگترین نوعی شکرگزاری است که می توانید انجام دهید. و یکی از نکات جادوییش این است که سلامت، ثروت و شادی که با اشتیاق برای دیگران آرزو می کنید نصیب خودتان هم می کنید. تمرین جادویی شماره 24 چوب جادو نعمتهایتان را بشمارید. فهرستی از ده نعمت تهیه کنید. دلیلتان برای شکرگزاری را بنویسید. بعد از بازخانی هر یک از نعمتهای فهرست خود بگویید ممنونم، ممنونم، ممنونم و تا جایی که میتوانید برای آن نعمت شکرگزار باشید. سه نفر را که برایتان مهم هستند و دوست دارید به سلامتی، ثروت یا شادی آنها و یا هر سه کمک کنید، انتخاب کنید. اگر آنها را معلوم کردید از هر یک عکسی بردارید و هنگام انجام تمرین چوب جادو آن را روبرویتان قرار دهید در هر نوبت یک نفر را انتخاب کنید و عکسش را در دست بگیرید چشمانتان را ببندید و یک دقیقه تجسم کنید که سلامتی ثروت یا شادی او به طور کامل بازگشته و خبرش را به شما داده اند. چشمان خود را باز کنید و در حالی که هنوز عکسی از او در دستتان است به آرامی ورد جادویی را بگویید بابت سلامتی، ثروت یا جای خالی ممنونم. 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 بعد از اتمام کار برای یک نفر سراغ نفر بعدی بروید و همین دو مرحله را دنبال کنید تا تمرین چوب جادو را با فرستادن سلامتی، ثروت و یا شادی به هر سه نفر تمام کنید. امشب درست قبل از خواب سنگ جادویی را در یک دست بگیرید و ورد جادویی ممنونم را بابت بهترین اتفاق آن روز بگویید روز 25 م به جادو علامت بدهید زندگی یعنی بازیگوشی باید بازی کنیم تا بتوانیم جادوی اطرافمان را دوباره کشف کنیم فلورا کلاو نویسنده و درمانگر متولد 1954 تمرین امروز به جادو علامت بدهید یکی از تمرین های مورد علاقه من است زیرا نوعی بازی با جهان و خیلی سرگرم کننده است تصور کنید جهان دوستانه و دلنشین است و میخواهد هرچه در زندگی آرزو دارید داشته باشید. از آنجا که نمیتواند خودش راه بیفتد و خواسته هایتان را برآورده کند از قانون جذب برای نشان دادن علایم و نشانه ها استفاده می کند تا کمکتان کند به رویاه هایتان دست یابید. جهان میداند برای تحقق رویاه باید شکر گذار باشید. پس با دادن علامت های شخصی برای یادآوری شکرگزاری نقش خود را در بازی ایفا می کند. از افراد شرایط و حوادث پیرامونتان در طول روز به عنوان علامت های جادویی شکرگزار بودن استفاده می کند. کارش به این صورت است. اگر صدای آژیر آمبولانس را شنیدید علامت جادویی جهان این است که بابت سلامتی کامل شکرگزاری کنید. اگر ماشین پلیس دیدید علامت جادویی این است که بابت ایمنی و امنیت شکر گذار باشید. اگر کسی را در حال خواندن روزنامه دیدید علامت جادویی این است که بابت خبرهای عالی شکر گذار باشید. اگر میخواهید وزنتان را تغییر دهید هنگامی که شخص دیگری با وزن مورد نظرتان میبینید علامت جادویی جهان این است که بابت وزن ایدالتان شکر گذار باشید. اگر همسری رمانتیک میخواهید وقتی زوجی را میبینید که دیوانوار عاشق هم هستند علامت جادوییتان این است که به خاطر همسر بیعیب و نقص خود شکر گذار باشید. اگر میخواهید خانواده ای داشته باشید وقتی نوزادان و کودکان را میبینید متوجه علامت جادویی باشید و به خاطر فرزندان شکر کنید. وقتی از کنار بانک یا آبربانک عبور میکنید علامت جادویی شما این است که بابت پول فراوان شکر گذار باشید. وقتی به خانه می رسید، علامت جادوییتان این است که به خاطر خانه شکر باشید و هنگامی که همسایه برای صرف یک فنجان قهوه در می زند یا در خیابان برایشان دست تکان می دهید، علامت جادوییتان این است که به خاطر همسایه ها شکر گذار باشید. اگر تصادفاً به یکی از خواسته های مادی لیست خود مانند خانه، ماشین، موتورسیکلت، کفش یا کامپیوتر رویایی خود رسیدید علامت جادویی جهان برای شما این است که همین حالا بابت خواسته خود شکر گذار باشید. وقتی روز تازه ای را شروع می کنید و کسی میگوید صبح بخیر علامتی جادویی به شما داده می شود که بابت این صبح زیبا شکر گذار باشید. اگر به کسی برخوردید که واقعا خوشحال است علامت جادویی این است که بابت خوشحالی شکر گذار باشید. و اگر شنیدید کسی در هر مکان یا زمانی تشکر می کند علامت جادوییتان این است که بگویید ممنونم جهان راههای نامحدود و خلاقانه ای دارد که به شما علامت دهد در فعالیت های روزمره خود شکل گذار باشید هیچگاه یک علامت جادویی را غلط تعبیر نمی کنید و هیچ وقت اشتباهی به شما علامت نمی دهد زیرا علامت را برای هر چیز تعبیر کنید حق با شماست جهان از قانون جذب برای علامت دادن جادویی به شما استفاده می کند و به همین دلیل همیشه درست همان علامت هایی را که برای شکر گذاری در آن لحظه نیاز دارید جذب می کنید. تمرین علامت جادویی بدهید بازی روزانه ای شده است که انجام می دهم و بر اثر تمرین به طور خودکار تمام علامت های جادویی که جهان به من می دهد می بینم و برای هر یک از آنها شکر می کنم. همیشه قرق هیجان و شگفتی می شوم که جهان چطور راه های جدیدی برای علامت دادن به من پیدا می کند تا جادوی شکر را به حرکت در بیاورم. وقتی یکی از دوستان یا اعضای خانواده به من تلفن می کند این علامتی است که به خاطر وجود او شکر باشم. وقتی کسی می گوید چه روز زیبایی علامت این است که به خاطر هوای زیبایی که در آن زندگی می کنیم و یک روز زیبایی دیگر شکر باشیم. اگر یکی از لوازم برقی خانه خراب شد علامت این است که بابت تمام وسایل برقی که درست کار می کنند گذار باشیم. اگر یکی از گیاهان داخل باغچم دچار مشکل شده باشد علامت این است که بابت تمام گیاهان سالم باغچم شکر گذار باشم. وقتی نامه ها را از صندوق برمیدارم علامت این است که به خاطر خدمات پستی و چک های غیرمنتظره شکر گذار باشم. وقتی کسی میگوید باید سری به خود پرداز بزند یا صف خود پرداز را میبینم علامت این است که بابت پول شکر گذار باشم. اگر کسی را که میشناسم بیمار شود نشانه این است که به خاطر سلامتی او و خودم شکر گذار باشم. صبح وقتی پرده را کنار میزنم و روز جدید را میبینم علامت این است که به خاطر روز فوقلاده پیش رو شکر گذار باشم و شب وقتی پرده را میکشم علامت این است که به خاطر روز فوق ای که داشتم شکر باشم. امروز برای بازی علامت جادویی بدهید تنها کاری که باید بکنید این است که به اندازه کافی هوشیار باشید تا هفت علامت جادویی جهان را در طول روز دریافت کنید و به خاطر هر یک از آنها شکر کنید. مثلا وقتی کسی را با وزن ایدهالتان دیدید بگویید به خاطر وزن ایدهالم ممنونم. هرقدر هم شکر باشید کم است. چرا که می توانید بیشتر این کار را بکنید و اگر بخواهید حتی می توانید سعی کنید در یک روز تا جایی که در توانتان است به نشانه های جادویی واکنش نشان دهید. اگر طی 24 روز گذشته تمرین های جادویی روزانه خود را دنبال کرده باشید حالا به نقطه ای رسیده اید که به حد کافی هوشیار باشید تا متوجه نشانه هایی شوید که جهان همیشه به شما میدهد. یکی از مزایای متعدد قدرت جادویی شکرگزاری این است که شما را بیدار می کند و باعث هوشیاری و آگاهی بیشتر شما می شود و هرچه هوشیارتر و آگاهتر باشید شکرگزارتر گذارتر می و راحت تر هایتان را جذب می کنید. پس ای جهان علامت جادویی بده. تمرین جادویی شماره 25 علامت جادویی بده. نعمتهایتان را بشمارید. فهرستی از ده نعمت تهیه کنید. دلیلتان برای شکرگزاری را بنویسید. بعد از بازخانی هر یک از نعمتهای فهرست خود بگویید ممنونم، ممنونم، ممنونم و تا جایی که می توانید برای آن نعمت شکر گذار باشید. امروز نسبت به اطرافیان هوشیار باشید و متوجه حداقل هفت علامت شکر گذاری در رویدادهای روز شوید. مثلا اگر کسی را با وزن ایدئالتان دیدید بگویید به خاطر وزن ایدئالم ممنونم. امشب درست قبل از خواب سنگ جادویی را در یک دست بگیرید و ورد جادویی ممنونم را بابت بهترین اتفاق آن روز بگویید.